تو بگو تا کی میتونم پنهان کنم؟ به کسی چیزی نگم. یه روز، یه هفته، یه ماه، نمیدونم نگران خودم باشم یا نگران اونا. اگه بفهمن چه حالی میشن، میتونن تحمل کنن یا نه؟ خیلی خوبه، بنداز، من حاضرم. کوچیک منم، بزرگ تایی. یه، دو، سه. بودو، جلو بزن. بودو، بودو. الان من برنده میشم. نه خیر، من برنده میشم. زود باش. از من چی؟ به وسط جوب گیر کردی. نکنه تقلب کردی؟ به خدا دروغ نمیگم. ناراحت شدی؟ نه بابا جون، آخه چرا؟ خب مسابقه است دیگه. چرا گریه کردی؟ گریه که نیست، فقط یکم چشام می‌سوزه. خب بهتره بریم. بابا فردا میریم. نمیدونم، شاید هم. من خود قول نداده بودی که جمعه با ماما رویا میریم تو. خب آره، ولی شاید فردا کار داشته باشم. بابا یه کار کن که فردا کار نداشته باشی. بابا تو را خدا. باشه باشه باشه. اما جای تعجبه که چطور مولوی با اون تربیت و تیزیوشی و خوشبیانیش این همه سرمایه خودش رو در اختیار شمس گذاشت و گفت اونو آتیش بزن. مگه شمس در قبال اون چه بدی داده بود؟ مولوی شدن مولوی در همین خمار عاشقانه است و همین گذشت بی توقع. یوسف. بله. دستای مریم هم بشو. داریم همین کارو میکنیم. رویا، این قطره چشم من کجاست؟ اینجا رو میزه. بعد جوری چشمام میسوزه. بیا برات بریزم. چایی هم آماده است. مشکای جنابالی رو هم نوشتم. اون وقت میگم فرشته ها فقط تو آسمونا زندگی میکنن. خودتو لیست نکن. جواب آزمایشات کی حاضر میشه؟ چیز مهمی نیست. خودم باید بیام با دکتر صحبت کنم. ببخشید، من چشمام نمیبینه. حرف که میتونم بزنم؟ میخوام مطمئن بشم. از چی؟ ببینم کی. سلام فرام، خوبی؟ ممنونم. روزگاریست که ما را نگران می‌داری، مخلص من را به بس بکنم. رویا نگران نباش، کاغذ رو من جمع. کی اومدی؟ بازم نگران شدی؟
میخوام یه چند کلمه با تو حرف بزنم. من یادت میاد یا حسابی فراموشم کردی؟ منم یوسف، همون که تماشای زیبایی های دنیا از اون دریغ کردی و هیچ شکایتی نکردم. به جای نور و روشنی در تاریکی و ظلمت فرو رفتم و هیچ اعتراضی نکردم. به این بهشت کوچک قناعت کرده بودم و لذت می بردم. آیا این همه سال رنج و سختی کافی نبود که حالا می خوای به رنجم اضافه کنی؟ نمی دونم به این سفری که میرم به آغوش خانوادم برمی گردم یا نه. نمی دونم این بیماری مهلک منو به زانو در میاره یا نه. نمی دونم شکایت تو رو به چه کسی باید کرد، اما التماس می کنم کمی از مهربونی تو نشونم بده. فرصت این زندگی رو از من نگیر. برام دعا کن عزیزم. خدا پشت و پناه باشه. رویا من نگران نباش. خب دایی جون دیگه وقت خداحافظی، نگران هیچی نباش، همه چی رو واسط ردیف کرد. پاریس هم که برسی آقای کاشانی اونجا منتظرته، همه چی رو بهش گفتم. برو خدا پشت و پناهت باشه. دایی جون بابت همه چیز عزت من. خب بابا بریم دیگه، دیر میشه. Bienvenue à l'aéroport Charles de Gaulle. Le commandant de bord et son équipage vous souhaitent un excellent séjour à Paris. Merci. سلام، من کاشانی هستم. خیلی خیلی خوش اومدید. از اینکه خیلی خوشحال هستم. بسلام کردم. بفرمایید خدمتتون هستم. بسلام کردم. شما جلو بیاید. خیلی خوشحالم که شما رو از نزدیک می‌بینم. امیدوارم پرواز خستتون نکرده باشه. نه، خسته نیستم. من مسافرت هوایی رو اصلا دوست ندارم. خیلی کسل کننده است. خب برنامه های پزشکی شما خیلی سریع شروع میشه. محل اقامتتون تو این چند روز یه پانسیون نزدیک بیمارستان. جای خیلی دنجی. مطمئنم خوشتون میاد. ایرانیای زیادی اونجا برای معالجه میان. شما خیلی زحمت کشیدید. نمیدونم چطوری باید از شما تشکر کنم. خواهش میکنم. داییتون آقا محمود از دوستای قدیمی منه. اون به گردن من خیلی حرف داره. برای من مثل یه برادر میمونه. وقتی سالها پیش اینجا دانشجو بودم و هیچ کسو نداشتم، محمود خیلی بهم کمک کرد. من مدیون اون هستم. بهتره پنجره رو ببندی چون هوا خیلی سرد میشه. من طبقه بالا هستم، اگه کاری داشتی با شماره 9 تماس بگیر. الان کاری نداری؟ نه ممنون. خداحافظ. خداحافظ.
Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Cachanier. Ravi de vous voir. Comment allez-vous? Monsieur Cachanier, êtes-vous tout à fait au courant du cas de monsieur Moussavi? Plus ou moins. Je ne vous cache pas que son cas est très sérieux. Les examens qui ont été faits à Téhéran indiquent la présence d'une tumeur orbitaire cancéreuse de l'œil droit, très probablement maligne. Et c'est dangereux? Certainement, si la tumeur et les métastases envahissent l'œil. Mais n'anticipons pas, voulez-vous. Ma recommandation est de procéder immédiatement à une biopsie. Auparavant, M. Moussavi devra subir une série d'examens et nous pourrons ainsi mieux évaluer la situation. سلام همشهره. ببخشید شما؟ من مرتضی هستم. شما اینجا چی کار میکنید؟ چی شده؟ خراب شده؟ داشت میخوند یه دفعه جمع کرد. بیا گرده بخور. بده من بیرم. بده من درست کنم. بیا یک گرده بخور. ممنون. من امروز شما را دیدم اومدید. من چند روزی اینجا برای مداوا اومدم. این بار سوم همشه میام اینجا. مواظب باشید پاره نشه. نگران نباش. یه همه گیر شده الان درستش میکنم. شما بخور بخور. گرده بخور. این هم منفعت داره. قدرت داره برات. یا بخور. دستتون درد نکنه. لاستیکش خراب شده. درستش میکنم. فکر میکنی این نوار درست میشه؟ نگران نباش. درست میشه. آدم اینجا چیزی که زیاد میاره وقته. سر فرصت درستش میکنم. شما تو دانشگاه برای درس دادن از نوار خیلی استفاده میکنه نه؟ آره. ولی شما از کجا میدونی من تو دانشگاه درس میدم؟ گوش کن. صدای پرنده‌ها رو میشنوی؟ دارن میرن تو جنگل. پشت این پانسیون یه جنگل پر از پرنده. من هر روز میرم اونجا. اگر دوست داشته باشی میتونیم امروز با هم بریم. اینم از نوار. بده من اینا رو بعدن درست میکنم میدم بهت. بیا بریم. نگفتی مشکل شما چیه؟ چند تا ترچش ناقابلی چه یادگار زمان زنجی مونده تو سرم روی بینایم تاثیر گذاشت. عجیبی ها این همه درخت توی این جنگله ولی یه درخت گردو نداره. درخت مجنون چیه؟ مجنون چه میوه نداره؟ نه هم برای من خیلی شانس میاره هم برام خیلی خاطره داره. چطور شانس میاره؟ یادم اولین باری که وارد مدرسه نابینایی شدم به هر کدوم از ما یه نهال دادن که باید خودمون ازش نگهداری میکردیم. نهال من یه مجنون بود. من و اون مجنون که قد هم بودیم با هم بزرگ شدیم ولی کم کم اون خیلی از من بزرگتر شد. آخر این راه یه دریاچه بزرگ شاید اونجا درخت مجنون هم باشه. میرم اونجا یه عکس میگیریم. J'ai d'excellentes nouvelles pour vous. Les résultats de la biopsie indiquent que la tumeur est bénigne et ne présente aucun danger. C'est extraordinaire. Mais il y a autre chose. Vous savez que M. Moussavi a perdu la vue à l'âge de 8 ans. Oui. Les éclats de feu d'artifice ont brûlé la cornée et sérieusement endommagé la rétine. J'avais compris que la cécité était définitive. Justement, voilà. Nous avons constaté que la rétine des deux yeux réagissait aux impulsions lumineuses. Faiblement, il est vrai, mais suffisamment pour nous donner quelque espoir.
L'espoir, l'espoir de quoi? Que monsieur Moussavi puisse recouvrer une partie de sa vue. Comment? Ce n'est pas possible. Croyez-moi, je suis aussi surpris que vous. Je vais donc immédiatement prévenir son oncle et sa famille. Il ne faut pas leur donner de faux espoirs. Il y a d'autres examens à faire avant la grève de la cornée. Tout cela reste hypothétique. می‌دونم که اشتباه کردم. اشتباه بزرگم این بود که تو رو خوب نشناختم. حالا می‌فهمم که اسمم از دفتر مهربونیات خط نزدی. فراموشم نکردی. با منی و مواظب من. اما ای کاش مهربونیات کامل بشه. حالا که دستم رو گرفتی و تو میونه را آوردی، خواهش میکنم خوب تمومش کن. به من اطمینان کن. من قدر روشنی رو بیشتر از دیگران میدونم. اگه از تاریکی بیرون بیام، تا پایان را با تو خواهم بود. کیه؟ آقا مرتضی شمایی؟ نه آقلا نکنه ما را میبینی. این عطر خوشبو فقط میتونه مال آقا مرتضی باشه. خبرهای خوبو شنیدم، خیلی خوشحال شدم. حالا میفهمم که این درخت مظلوم برای شما چقدر شانس میاره. کی به تو گفت؟ دستت در نکنه ما را دستکم گرفتی ها. بیا بالا بشین چیکار داریم؟ سب کنیم گرده ها را جمع کنم میام بالا. خب از خودت بگو چه خبر؟ عمل کردی؟ ماده یه دپورت شده. این ترچش لعنته اینجا جا خوش کرده، بیرون نمیاد. دکترام گفتن اگر عمل بکنن من کاملا کور میشم. منم نمیخوام کور بشم. کم کم کور بشم بهتر از این چیزا کور بشم. چه چشایی تو رو عمل میکنن؟ چند روز دیگه. خب هیجان داره نه؟ نمیدونم، هم هیجان هم ترس از اینکه نبینی. شاید از این که ببینم. من 38 ساله که توی دنیای دیگه زندگی کردم. نمیدونم چی میشه. بیا این فسفر داره برای چشات خیلی خوبه، بخور. دست درد نکنه. داشت یادم میاد من نوار تو رو درست کردم. این نواره خیلی ممنون. اینم اضافه هاش بگیر. کار من دیگه اینجا تمام شده، باید برگردم. کجا؟ آمان اوچی ورما منی، آمان اوچی ورما منی، من بوداغ نای بالام مرالویان مرالویان مرالویان. Thank you.
Thank you.
که میگن آدم از فردای خودش خبر نداره اینه ها. وقتی فکر میکنم چه چیزهایی هست که باید ببینی ها، اصلا کلم سوت بکشه. دایی جون اصلا باورم نمیشه، انگار دارم خواب میبینم. باور کردنی نیست ولی حقیقت داره. اولین باری که خبر سلامتی تو رو پوران جون بهم داد، پشت یه چراغ قرمز بودم. از خوشحالی شیشه رو کشیدم پایین، سرم آوردم بیرون، شروع کردم به جیغ زدن. آهای ایوه الناس، یوسف یوسف میبینه، چشماش میبینه، یوسف منه. ملتی که دور برمون بودن گفتن یارو پاک دیوونه شده زلمه کله. امروز همه محله ما رو ریخته بودی به هم. من فکر کنم آقا محمود همه تهران رو خبردار کرده، فقط آگهی روزنامه نداده. دایی جون یادت میاد با هم میرفتیم آبشار دوقلو؟ اولین جایی که باید بهت نشون بدم همونجاست. مریم جون به من نگاه کن، میخوام ازت یه عکس بگیرم. من رو نگاه کن با عروسکت. آها حالا آقای سه حاضر خوبه؟ دایی جون هزار تا آلبوم عکس دارم از بچگیات تا الان، همه گذشته ها تو من با عکس تو فیلم بگیرم. هری خانم یه عکس از ما نگرفتی ها؟ یاد باشه. باشه مریم جون، من نگاه کن. ماهیشه اله قربونت برم من. حالا خدا وکیلی یه عکاس از زیر پلچوبی همه عکسایی ما رو خطار کرده تو عکاس. بخند همیشه به من میگه تیپ جون میده واسه فیلم بازی کردن. محمود آقا چقدر حرف میزنی. با سلام، یه دقیقه به من نگاه کن. ارادتمند دایی محمود، بچه چهار راه از سنواد تهرون، همونجوری که خودتون میدونید با حال و میزون. سلام آقای سی، خیلی خوشحال شدم. خیلی بابا فرحان خانم همسرمه دیگه. سلام فرحان خانم. بفرمایید بفرمایید خانم آقای من خیلی تو سخته بود خواهیم قرونه تو برم فرفرادم کرد. بفرمایید بفرمایید آیا عباسی بفرمایید خیلی بفرمایید زحمت نکشید. گویا خانم بهم زنگ بزنین حتما ها فون کرده. یوسف جون خدا حافظ. خدا حافظ. خدا نگهدار. خدا نگهدار. مواظب باشید. یوسف جون لباس هر بدن قربونت بدن. خدا حافظ. اینجا درک هست، محلمونه، چیزی نمونده برسیم. الان کجای محله هستی؟ از نونوایی تافتونی 200 متر جلوتر. میشه نگرداری؟ برای چی؟ نگردم. اشتباه رفتی کوچه سمت چپ. Thank you.
چرا اینجوری نگاه میکنی؟ نمیخوای لباس رو عوض کنی؟ چرا؟ یه کمی سردمه. این چه رنگیه؟ این زرد. آفرین. اگه گفتی این چه رنگیه؟ این سفید. آفرین. این چه رنگیه؟ این مشکیه. نه، بنفشه. بنفشه؟ آها، بنفشه. اگه گفتی ماهی چجوری آب میخوره؟ نمیدونم. یکی از ماهی ها جدیده اینطوری آب میخوره، یکی
یکی از مایه جدید نیه اینطوری آب میخوره. این مایه خوشگله. اگه تونستی نمیتونی. مریم مریم نه دو وایسا. اگه تونستی بگم وایسا پدر سوخته. الان میگیرم. الان میگیرم. وایسا. مریم. نظری رو بکشن. پری کشت منو، گفت من که روم نمیشه این پایان نامه رو خودم بدم به آقا یوسف، داد به من که من بدم به شما. بفرمایید. تفلک چند وقت خیلی منتظره، فقط خواهش کرد که اگه فرصت کردین یه نگاه بهش بندازی، میدونین که براش خیلی مهم. به پری جون بگو قول میدم این دفعه خودم برای یوسف بخونم، جوابش هم سریع بگیره. قربونت برم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.
مریم پری بود عکس ها رو آورده مریم ببینم اول خودم ببینم عجله داشت هرچی گفتم بیا تو گفت تمرین موسیقی داره مریم ماهی رو پورانجون و امیرم دوست خب قشنگ اینجا آره خیلی خوشگله اینجا میگه کنی تو خب قشنگه خیلی پری داره فیلم برده میکنی آره آره چه فیلم میگیره؟ خب میخواد یادگاری بمونه دیگه همه خوشحالی خب آقای کاظمی هر کشاورزی اینو سفارش بده همین خوبه برای من سفارش بده آقای شما هم اینطور مرسی خیلی ممنون قربون شما برم دایی جون بریم خب خانم آقای اون فعلا با عزتون آقای امیری من میرم کارگاهو میام دایی جون بریم دایی جون خیلی خوشحالم کردی اومد حالا بریم کارگاه هم اشرف بدن یه چای دبش هم با هم میخوریم دستگاه های تناسازی هم که داریم همه رو بهتشون میدم بفرمایید مطمئنم خوش رو میاد
چند جور قلمه کاشتم برای بچه های مجتمع. خیلی خوشحال میشم. قراره تا بهار هر کی قلمش از همه بهتر باشه جایزه بگیره. چطوره؟ خیلی خوبه. امروز دوباره از دانشگاه تماس گرفتن، میخوان بدونن بالاخره برای ترم جدید میری؟ هنوز تصمیم نگرفتم، اصلا شاید کارم عوض کنم. مثلا چه کاری؟ نمیدونم، هر کاری به جز دانشگاه درس. بیا مجتمع، اونجا به تجربیاتت احتیاج دارن. همین فردا با من بیا. نامه ها از دانشگاه است. باشه باشه. چقدر خوب شد تصمیمت عوض شد و میایی مجتمع. معلم ها و بچه ها وقتی به فهمن اومدی خیلی خوشحال میشن. من فکر میکنم تو مجتمع خیلی به تو احتیاج دارن. تجربه تو خیلی میتونه به اونا کمک کنه، به خصوص به معلم ها، همینطور به بچه ها. عباس آقا یه دقیقه تشریف بیاری. سلام علیکم عباس آقا. چند تا از بچه ها رو خبر کن این گلدونا رو ببرید. کی اونجاست؟ کی اونجاست؟ الو رویا
رویا جون، منم پری. خونه نیستی رویا؟ میدونم این روزا سرت خیلی شلوغه، ولی خیلی دوست داشتم بدونم آقای یوسف چقدر از پایان‌نامه‌مو خونده، نظرش چیه؟ راستش چند بار خواستم بیام باهاش صحبت کنم، اما نمیدونم چرا یه جورای خجالت کشیدم. فکر میکنم نمیتونم تو چشاش نگاه کنم. یه حس خیلی عجیبیه. وای رویا جون، خیلی هیجان دارم که یه بار با آقای یوسف بشینم راجع به پایان‌نامه و خیلی چیزای دیگه باهاش صحبت کنم. خیلی ممنون میشم اگه به آقای یوسف بگی زودتر نظراتش راجع به پایان‌نامه به هم بگه. خیلی عجله دارم. قربونت برم عزیزم، میبوسمت. تا بعد. داشتم میرفت، چند وقت دیگه یه کنسرت موسیقی از گروه مولانا میخوام تو یوسف. قربونت شما. داشتم بدونم آقای یوسف چقدر از پایان‌نامه‌مو خونده، نظرش چیه؟ راستش چند بار خواستم بیام باهاش صحبت کنم، اما نمیدونم چرا یه جورای خجالت کشیدم. فکر میکنم نمیتونم تو چشاش نگاه کنم. یه حس خیلی عجیبه. وای رویا جون، خیلی هیجان دارم که یه بار با آقای یوسف بشینم. بیا کس چشم بیمارت بزارن در بچه چرا که صورت های فیاجه و شکر زدگرد میخواد بزن زیر فرمیسه روش بیشتر و باج خوبشان روح مولوی استوفانیست که شخص در دیدانش برمار کرده است و این همه شعور در اشکار من شاید گرفت از خودم خروش با دوستان را کجا آن سمبلی در اشکار و رفا اختصاص بارز در اشکار و رفا ایرانی یا غیر ایرانی سابقه بسیار خواهد دارد و عشق ادبیات شماری و مراد از آن اقتصادیست برمی در از آن جزایر این اشکار و رفا به نهایت نظری کن که من دل شده را معناییست برادر از آن نرود بیمده دل لطف تو کافی است. پیش thank you.
کجا بودی؟ من که مردم از نگران. نگران برای چی؟ نباید نگران میشدم. تو تا کی میخوای نقش مادر رو برام بازی کنی؟ من دیگه بزرگ شدم، 45 سالمه. رویا، من معذرت میخوام. ببخشید، من خواستم خانم پری آذرنوش رو ببینم. نمیشه الان، تمرین دارن. کی تمام میشه؟ یه ساعت دیگه. خیلی ممنون. چیزی شده؟ نه عزیز جون، چیزی نشده. من و مریم میخواییم بریم کاشان. تنهایی؟ آره. کاشان اتفاقی افتاده؟ نه، نگران نشه. اما من حتما باید برم. چی شده؟ آه.
سلام عزیز جون. بچه ها نیستن؟ منم اومدم از تو بپرسم. یعنی چی؟ چی شده؟ بچه ها کجان؟ مگه برای تو مهمه؟ این چه سوالی عزیز جون؟ خب معلومه. من فکر نمی کنم. اگه برای تو مهم بود اونا الان اینجا بودن، نه کاشان. کاشان؟ پس چرا رویا به من چیزی نگفت؟ باید می گفت. من که نمیدونم چی میگی. یوسف تو با زندگی چی کار کردی؟ کدوم زندگی؟ کسی چه میدونه من توی این سالا با چه حسرت این زندگی نکبتی رو تحمل کردم؟ همه به هم ترحم کردن، شما، زنم، اطرافیانم. حالا دیگه به هیچ کس احتیاج ندارم. دلم میخواد خودم باشم، میخوام اون زندگی که حقمه داشته باشم. من بهتری سالای عمرم از دست دادم. یه نگاه به دور اطراف من بنداز، ببین من چی دارم. این از هم من زندگی، یه مش آشغال. چهار تا درخت یه خونه که فکر میکردم قطعه ای از بهشته. من دیگه حالم از این بهشت به هم میخوره. دلم میخواد اون زندگی که دوست دارم داشته باشم. آره دلم میخواد اون زندگی که دوست دارم داشته باشم. آره میفهمی؟ دلم میخواد اون زندگی که دوست دارم داشته باشم. آره میفهمی؟ عزیز، عزیز، یوسف خونه نیستم. سلام. سلام علیکم. کجان؟ مگه شما خبر ندارین؟ از چی؟ والا دیشب حال مادرتون به هم خورد. کوکب خانم و همسایه ها کمک کردن، ایشونو بردم بیمارستان. بیمارستان؟ کدوم بیمارستان؟ بزن از دخترم بپرسم بهتون بگم.
ولی به نظر من تو باید یه تغییر اساسی تو زندگیت بدی. تو بالاخره میخوای چیکار کنی؟ همینجوری آتل باطل که نمیشه. تو باید به فکر زن و بچت باشی، به فکر اون مادر مریضت باشی. آخه اینجوری که نمیشه. من هر کمکی که بخوای حاضرم بهت بکنم. دلت بخواد شغل جدیدی رو شروع کنی یا میخوای جای پول سرمایه گذاری کنی، خیلی خوب، من هر چی پول بخوای در اختیارت میذارم. یا اصلا چرا نمیای پیش خودم؟ کی از تو بهتر؟ اونجا خیلی کارا داریم که تو میتونی انجام بدی. آنم چند ماه گذشته رفته گوشه خونه نشستی، کار و زندگی و دانشگاهم که تعطیلش کردی رفته. به نظر من تو باید از این وقتا خیلی استفاده کنی. الان یه زندگی جدیدی به تو آورده. بابا استفاده کن دیگه. سلام آقا یوسف، خیلی دلم برای تنگ شد. دوست داشتم دوباره تو را ببینم. تو از دیدنه ها برام بگی، منم از ندیدنه ها. از وقتی که تمرین کردم نبینم، خیلی چیزهای جدید دیدم، چیزهایی که تکراری نیستم. راستی یه جنگل پیدا کردم پر از درخت گردم. دوست دارم یه روز تو را ببرم به تماشای اونجا، یه شکم سیر گردو بخوریم. دوست دارم بدونم تو چقدر تماشا کردی، چشمات از تماشا پر شده یا نه،
چقدر سوال دارم ازت بپرسم. اصلا وقت کردی به تماشای درخت مجنون بری؟ دوست دارم بدونم درخت مجنون هنوز برات شانس میاره. عکسی را که بهت گل داده بودم برات فرستادم که بدونی خیلی به یادت هستم. دوست شما مرتضی. چشما به نور حساسیتی نشون نمیدن. احتمالاً پیوند قرنیه باید پس زده باشه. دکتر امیدی هست؟ به نظر من ایشون باید چند روزی تحت نظر باشن و چند آزمایش رو چشماشون انجام بشه. من اینجا نمیمونم. جون آروم. من از اینجا بمونم. دایی جون چطور دست پوران و پری رو بگیریم و یه سری بریم کاشون؟ رویا و مریم هم میاریم. بالاخره قهرم چاشنی زندگی دیگه. من به تو قول میدم همه چی درست میشه. ولی تو نباید امید خودت از دست بدی. با دکترا هم صحبت کردم. میفرستمت خارج کشور. هر چقدرم پول لازم باشه خرج میکنم تا تو دوباره بینایی تو به دست بیاری. دایی جون